سنگ های مختلف پیش پای زائران سید و شاد علیه السلام صدای امام جمعه تبریز را هم درآورد. امام جمعه تبریز با انتقاد از مسئولان هواپیمایی و حج زیارت ایران گفت مقایسه کنید هزینه یک سفر خارجی را با هزینه ی سفر به نجف آیا انصاف است با زائران امام حسین علیه السلام و مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور برخورد شود؟ وی با اشاره به تعداد پروازهای خارجی از فرودگاه بین‌المللی مدنی تبریز گفت طبق بررسی و اعلام مدیر کل فرودگاه های آذربایجان شرقی تنها به مقصد ترکیه از تبریز در هفته 18 پرواز انجام می شود و برای نجف در هفته تنها یک پرواز موجود است که آن هم به تازگی و از پنج شنبه برقرار شده است. آل هاشم در ادامه با مقایسه قیمت پرواز ترکیه و نجف افزود، با در نظر گرفتن زمان پرواز تبریز استانبول که دو تا دو و نیم ساعت بوده و پرواز تبریز به نجف یک ساعت است اما در عین حال پرواز ترکیه چقدر ارزان و پرواز نجف چقدر گران است وی با اشاره به لزوم انجام تست پی سی آر در ایران و عراق و احتساب هزینه های مختلف گفت تقریبا برای سفر هوایی یک نفر به عطبات و بازگشت آن چیزی در حدود ده میلیون تومان هزینه لازم است و این منصفانه نیست. پیش از این مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما حادثه صادق حسین شیرازی مدز بارها بر لزوم تسهیل امر زائران عطبات عالیات تأکید فرموده بودند ناگفته نماند که امام جمعه تبریز همان کسی است که بارها از جمله در تاریخ 25 اسفند 1396 در خطبه های نماز جمعه شاعر حسینی را به سخره گرفته و مدعی شده بود که این شاعر به جامعه اسلامی لطمه وارد می کند.